میریم سراغ ستره ها. قدرت دیتا ماینینگ در واقع اینجاست که خیلی دستگاه باز میذاره، تقریبا هر کاری میتونیم بکنیم باش و کاستوم ستر تعریف کنیم. کاستوم ستره ها انواع مختلف دارن. اولی اتوماتیک ستره که یه سری متد هستن که ما فقط ازشون تو XML استفاده میکنیم. بایندینگ ادابتره که انوتیشنه، حالا هر کدوم ها میخواییم باز کنیم در مورد صحبت. رینیم ستر و بایندینگ کانورژن. دوتای اولی مهمتره، من دوتای آخری رو چیز کردم، حذف کردم، هم دوتای اولی رو میخوام براتون توضیح بدم. خب اول میریم سراغ اتوماتیک ستر. اتوماتیک ستر چجوری کار میکنن؟ یه مثال زدم، مثلا یه درایر لیوت داریم. درایر لیوت داخل کلاس جاوای درایر لیوت یه متدی داریم به اسم set screen color. وقتی اینو آدم میبینه میگه کاش تو XML هم میتونستم همین کارو بکنم، ولی متاسفانه اتریبیوتش نیست اصلا، اتریبیوت screen color یا set screen color یا همچین چیز. اتوماتیک با استفاده از اتوماتیک ستر ما اتریبیوت، اگه مثلا همچین متدی داخل کلاس جاوا باشه ما میتونیم تو XML ازش استفاده کنیم. هر متدی باشه که اولش ست باشه ما میتونیم ستش رو حذف کنیم، اون کلید واژه رو بذاریم اونجا و اون متد کال بشه. اینجا متد ست استریم کالر داریم، استریم کالر داریم، ستش رو برمی‌داریم، استریم کالر رو کال می‌کنیم و اتوماتیک دیتا بایندینگ اون متد رو برامون پیدا می‌کنه و ازش استفاده می‌کنه. ممکنه همچین متدی مثلا چند تا داشته باشیم، مثلا یکیش ورودیش اینت باشه، یکیش ورودیش استریم باشه. دیتا بایندینگ با توجه به ورودی که شما میدین اون متد خاص رو پیدا میکنه، مثلا یه ست استریم کالر دیگه ای باشه که استریم بگیره، اگه شما استریم به اون اتریبیوت بدین میره همون متد رو استفاده میکنه. به صورت اتوماتیک یه سری ستر توی XML میتونه استفاده کنیم که ممکن اتریبیوتش نباشه اصلا. یه نیم اسپیس قبلش نوشتم، قبل استریم کالر باین نوشتم. این اختیاریه، میتونیم اصلا ننویسیم یا هر چیزی دلمون میخواد میتونیم ننویسیم. من باین نوشتم که تشخیص بدم این اتریبیوت های دیتا بایندینگ هر چیزی دلمون میخواد میتونیم ننویسیم. و اینکه داخل اکساین بروک آکولت باز بسته من کالر رو یه ریسورسی رو کال کردم، اکساین کالر رو کال کردم، اینطوری میتونیم که دیتا بایندینگ به ریسورس هم دسترسی داشته باشه، مثل وقتی که از دیتا بایندینگ استفاده نمیکنیم. فرض کنیم ما یه آن کلیک لیسنری رو میخواییم ست کنیم توی بیومون، واسه از دیتا بایندینگ ما میتونیم توی XML مون آن کلیک لیسنر استفاده کنیم. از اونجایی که متد ست آن کلیک لیسنر وجود داره توی کلاس مثلا تکس ویو، توی کلاس ویو من میتونم اتریبیوت آن کلیک لیسنر رو صدا بزنم و view model dot onclick listener اشاره داره به یه آبجکتی از نوع view dot onclick listener، اما onclick listener رو کمی سخت می‌کنیم. کلاس view model هم اینجا هستش، یه آبجکت onclick listener از نوع onclick listener تعریف کردم و لاجیک هم اونجا می‌نویسم. اینجوری لازم نیست find view by id کنم، set onclick listener کنم. مثلا ما توی کد معمولی اگه بخوایم لاجیک کلیک یه ویو رو پیدا کنیم باید اول آیدی ویو رو نگاه کنیم، بعد بریم توی جاوا ببینیم این آیدی به چه ویوی وصل شده، بعد اون ویو رو بیایم آن کلیک لیسنر روش پیدا کنیم. ولی توی دیتا بایندینگ توی مرحله ما اگه مثلا کنترل کلیک کنیم روی این آن کلیک لیسنر مستقیم میریم روی کد این آن کلیک لیسنر، خیلی سریعتر میتونیم بین جاوا و XML رفت آمد. اینترفیس آن کلیک لیسنر که ما ازش استفاده میکنیم یه متد بیشتر نداره، متد آن کلیک. ما میتونیم آبجکت دیتا با آبجکت آن کلیک لیسنر رو به این متد تغییر بدیم که ورودی خروجیش با ورودی خروجی آن کلیک برابر باشه، یعنی ورودیش ویو و خروجیش ویو. لازم نیست که آبجکت آن کلیک لیسنر تعریف کنیم،
از اونجایی که آن کلیک لیسنر یعنی متد تک یه اینترفیس تک متدیه، ما میتونیم به جای آبجکت از اینترفیس از متد استفاده کنیم. خود دیتا باینی آبجکت رو ایجاد میکنه، این متد ما رو کال میکنه. یعنی سیگنچر این متد، متدی که می نویسیم با سیگنچر اون متد داخل اینترفیس یکی باشه، دیتا باینی اینو میفهمه، خودش اینترفیس مورد نظر رو ایجاد میکنه و اون متد ما رو کال من آبجکت هم به متد تغییر دادم، لازم نیست سیستم بدن هم تغییر دادم. و از اونجایی که گفتیم لمبدا هم میتونیم استفاده کنیم توی دیتا بایندینگ، من ممکن اصلا اکثر مواقع ما توی آن کلیک هم به ویو نیاز نداریم، به رفرنس ویو نیاز نداریم، من میخوام ویو رو از متدم حذف کنم. واسه بعد از لمبدا من میام کد لمبدا مینویسم و ویو رو دیگه به آبجکت پاس نمیدم. آن کلیک لیسنر رو صدا میزنم متدشو و ویو رو بهش نمیدم. میتونیم اینجوری هم بنویسیم، معمولا ویو رو ما نیاز نداریم توی آن کلیک لیسنر. و خود پارامتر ویو که داخل پرانتز بودم میتونم حذف کنم. میتونم اگه به پارامتر نیاز ندارم میتونم داخل پرانتز ننویسمش. اینجا یه قانونی داره، قانون همه یا هیچ داره، یا تمام پارامترهای اون متد رو باید داخل پرانتز اولی بنویسم یا هیچ کدوم رو ننویسم. اگه هیچ کدوم رو ننویسم طبیعتاً از هیچ کدوم هم نمیتونم استفاده کنم. این اتوماتیک ستر بود که یه سری متد رو به صورت اتوماتیک میتونیم ازش، یه سری اتریبیوت رو به صورت اتوماتیک میتونیم ازش استفاده کنیم. اینم سراغ بایندینگ آداپتر. بایندینگ آداپتر به ما این قدرت رو میده که وقتی یه اتریبیوت کاستومایز شده بنویسیم و وقتی ازش استفاده میکنیم یه متدی که ما دلمون میخواد کال بشه. یعنی ما اتریبیوت رو بنویسیم، اون متدی که ما مورد نظرمون استفاده میشه. یه ایمیج ویو دارم، خیلی موقع دوست داریم همچین اتفاق بیفته، ما یه URL بذاریم داخل سورس ایمیج ویو و خودش بره دانلودش کنه، کشش کنه، همه کار بکنه، ولی این اتریبیوت این کار رو نمی کنه. بعد استفاده از بایندینگ آداپتر ما میتونیم همچین کاری بکنیم. بایندینگ آداپتر در اصل یه انوتیشنه. منم این انوتیشن رو بالای یه متدی نوشتم، یه متد استاتیک نوشتم، انوتیشن بایندینگ آداپتر استفاده کردم و اون اتریبیوتی که میخواستم که اینجا اندروید سورس رو داخل ولیو این انوتیشن نوشتم. حالا هر وقت من اندروید سورس استفاده کنم و پارامتری که بهش میدم استرینگ باشه، از نوع استرینگ باشه، به جای اینکه بره سراغ سورس، بره سراغ اتریبیوت اصلی، میاد سراغ این متد و این متد رو کار میکنه. به ورودی و خروجی نگاه میکنه، من این متدم URL استرینگ میگیره، من اگر استرینگ بهش بدم این متد کار میشه، اگر چیز دیگه ای بدم مثلا @underscore بدم دیگه این متد کار نمیشه. و این متد دو تا پارامتر میگیره، یه ایمیج ویو و یه URL. پارامتر اول همیشه هست، باید یعنی وقتی تو از بایندینگ آداپتر استفاده میکنیم پارامتر اول باید خود ویو باشه. محدودی استفادهش هم اینجوری میتونیم مشخص کنیم، مثلا ایمیج ویو باشه، ویو باشه که تو تمام ویو ها بتونیم استفاده کنیم یا هر چیز دیگه. و اینکه ممکنه اتریبیوت که یورلی که پاس داده میشه نال باشه. طرف گفتم کیورد نال توی دیتا بایندینگ مجاز، ممکنه نال بده، بس باید مواظب باشیم که پارامتر نال نباشه. اینجا من نوشتم اگه یورل نال بود ریترن کنم. و بقیه کد با گلاید نوشتم که گلاید ایمیج رو لود میکنه از اینترنت و برام داخل ایمیج ویو برام. خب توی گلاید یه چیز داریم به اسم پلیس هولدر که میخوایم اگر مثلا اینترنت نداشتیم یا هر اتفاقی افتاد که اون عکس نبود مثلا تو سرور، میخوایم پلیس هولدر به جای اون ایمیج قرار بگیره تا زمانی که مثلا اون ایمیج لود میشه این ایمیج باید قرار بگیره. یه اتریبیوت دوباره، یه اتریبیوت دیگه نوشتم و داخل اون دیتا، کد دیتا بایندینگش کلاس آر رو کال کردم. اینطوری میتونم به کلاس آر هم توی دیتا بایندینگ اشاره کنم، هم میتونم از اتسنگ رویبل استفاده کنم، هم میتونم از آر بتر رویبل استفاده کنم.
بعد فرقی که داره آرد درایور وقتی کار میکنیم یه اینتیجر به ما میده. من چون پلیس هولدر از من اینتیجر رو دیشو قرار میدم، حالا میخوام ببینیم و آرد درایور به من اینتیجر میده، این مورد نیاز من. اگه اتساین درایور هم استفاده کنم، یه آبجکت از نوع درایور به من میده، میتونم اونم قرار بده. و متد از اونجایی که ما تو بلاید مثلا پلیس هولدر رو با لودمون رو یه جا قرار میدیم، اگه یه متد دیگه ای بنویسم برای پلیس هولدر به دردم نمیخوره. من میخوام یو آر ال با پلیس هولدر هر دوش توی یه متد با هم باشن، من یه ریکوست بلاید بزنم. برای همین من میتونم لود ایمیج رو اینطوری بنویسم که ولیوش علاوه بر اندروید سورس با این پلیس هولدر هم نوشتم، یعنی دو تا اتریبیوت رو میتونم باش بگیرم. متدم ورودیش رو اینجوری قرار دادم، بعد از URL یه پلیس هولدر از من اینتیجر هم میگه که آر دات رویبل به یه اینتیجر اشاره میکنه، بس از اون میتونم استفاده. بعد بازم چک کردم URL نان نباشه و پلیس هولدر هم میتونه صفر باشه، از اونجایی که ممکنه کسی که داره از این اتریبیوت ها استفاده میکنه استرینگ یو آر ال و اتریبیوت اندروید سورس رو بنویسه ولی پلیس هولدر رو ننویسه، و پلیس هولدر هم صفر میشه وقتی متد کال میشه. و مراقب اینم هستم که پلیس هولدر صفر نباشه، اگه صفر بود ازش هیچ کاری نکنم باشه. و اون ریکوایر اولی که نوشتم توی همون انوتیشن میگه که اگه مثلا یکی از اتریبیوت ها رو مخاطب کسی که داره کد XML رو مینویسه نوشت، بازم این متد کال بشه. اگه require all رو true کنم باید حتما از هر دو attribute استفاده بشه که این متد هم کال بشه، اگر یکیش رو بنویسه کال نمیشه. ولی خب require all رو من false کردم که هر کدوم استفاده کرد داخل این متد بود. خب بازم میخوام یه ذره کد بزنم که اینا جا بیفته چجوری ازش استفاده میکنیم. خب میخوام برم سراغ نوتیفیکیشنز، که نوتیفیکیشنز دیدیم آن و آف داشت، که مثلا نوتیفیکیشن آن و آف داده ای که داشتیم تو یوزر نوتیفیکیشنز از نوع بولینه، ولی من میخوام آف و آن نشون بدم توی اون تکست ویو. اگه فالس بود آف نشون بدم، اگه ترو بود آن رو نشون بدم. خب نوتیفیکیشن هم بولینه ولی من میخوام یه استرینگ نشون بدم توی XML. این XV هست که من میخوام توش تکست قرار بدم، میتونم تکست و اتساین اکادایت بازو بسته یوزر دات نوتیفیکیشن رو کال میکنم و علامت سوال اگه ترو بود من یه استرینگی رو صدا میزنم که آن باشه، و اگر فالس بود استرینگ آف رو نشون میدم. میتونم از ریسورس هم استفاده کنم و همین ترناری اپراتور که علامت سوال دو نقطه است هم میتونم استفاده کنم، از ترکیب همه اینا میتونم استفاده کنم. اون استرینگ مورد نظرم رو میذاره توی تکست. بعد از این میام سراغ این ممبرز که چند تا ممبر داره گروه، پایین چیز بود، پایین اسم گروه بود این سرویس ایف ممبرز که اینجا هست، همونو قرار بدم. تکستشو خب بازم اینجا یه انتیجر داریم، یوزر کانت هم از نوع انتیجر، ولی اینجا نمیشه 301 ممبرز. من میخوام 301 ممبرز نشون بدم. یه خاصیت دیگه ای هم تلگرام داره دیده باشین، مثلا اگه کانالی باشه مثلا 100,000 تا کاربر داشته باشه مینویسه 100K، یه K جلوش قرار میده. من میخوام این عدد رو بگیرم پارسش کنم تغییرش بدم یه ذره کار کنم روش، اگر از 1000 بزرگتره مثلا اون کی رو بندازم. من میخوام یه متدی رو کال کنم اونجا که این کارا رو برام انجام بده. بازم اتساین کلاس یوتیلز دارم، اونجا این متدش هست، یه متد استاتیک تعریف کردم فروم یوزر کانت، یه یوزر کانتی بهش میدم اگه بزرگتر از 1000 بود اون فرمت میکنم اون کی رو میندازم تهش،
و اگه کوچیک‌تر از هر بود همینجوری ستش. آخرش هم ممبرز رو ته عبارتش می‌نویسن. بعد برای اینکه از یوتیلز استفاده کنم باید اول ایمپورتش کنم. اتوماتیک ایمپورت نمی‌کنم. ایمپورتش می‌کنم. یوتیلز مثلا همین الان بعضی موقع نمیاره خود کامپیلیشنش کار نمیاره وریبل نیست ایمپورت ایمپورت را همینجوری میارم پیستش میکنم و یوزر دات یوزر کانت رو بهش میدم این برام فرمت میکنه اگه بالاتر از 1000 بود کی آخرش میدیست اینجوری میتونیم یه متدی رو کال کنیم توی دیتا بایند اگه دقت کرده باشیم فرمت یوزر کانت خودش از نوع استاتیکه یه متد استاتیکی رو من کال کردم ایمپورت کردم یه متد استاتیک کال کردم مثل جواب میتونیم متدای اینستنسی هم کال کنیم یعنی یه متدی دارم باید از یه آبجکت اینستنس بگیرم ازش استفاده کنم برای این کار باید از دیتا بایندینگ کامپوننت استفاده کنم یک دیتا بایندینگ کامپوننت تعریف میکنم و از متدش میتونم استفاده کنم مثلا یه ذره داستانش پیچیده است من دیگه نرفتم تو داستان مثلا اینجا که set content view میکنیم میتونه یه سومین پارامتری هم بگیره که دیتا بایندینگ کامپوننت همون پایینی اگه اینو set کنم میتونم از متدش هم استفاده کنم متد اینستنس و یه دیفالت دیتا بایندینگ کامپوننت هم من از قبل میتونم تعریف کنم مثلا یه دیتا بایندینگ کامپوننتی دارم مثلا یه سینگلتونی یه سری متد داخلشه میخوام از اون استفاده کنم اگه مثلا ست دیفالت دیتا بایندینگ کامپوننت کنم همیشه ازش استفاده میشه همه جا میتونم ازش استفاده کنم با دیپندنسی اینجکشن هم خیلی هماهنگ این دیتا بایندینگ کامپوننت میشه از دگر و اینا استفاده کنم notifications و شیر میدیا گفتیم حالا میخوام ایمیج رو ست کنم توی ایمیج ویوی که داریم اون عکس گروه هم میخوام قرار بدم خب اون متد رو من نوشتم از قبل توی تیلز همون متد لود ایمیجی که داشتیم توی اسلایدا ایمیج ویو و یو آر ال میگه من لوکالش میکنم من ریسورس اسمبلی اسلاید بازم یوتیلز دات لود ایمیج و یوزر دات ایمیج یو آر ال اینجوری میره برام لود میکنه و پلیس هولدرش هم قرار میدم هر نیم اسپیسی دلم بخواد میتونم بنویسم حالا فاین بنویسم r.driver r.driver.placeholder برای اینکه این کارو بکنم کلاس آرام باید ایمپورت کنم کلاس آرام ایمپورت میکنم که من ازش استفاده کردم باید ایمپورت بشه اینجوری برام ایمیج رو لود میکنه میتونم ازش استفاده کنم خواستم اینجا رام بگیرم ولی نگیرم بگیرم
میام سراغ ادامه سلاید بریم سراغ observation و observable ها. همونطور که گفتم ممکنه یه صفحه، همین صفحه که توضیح دادم بهتون، نیم گروه در لحظه عوض شه، تعداد کاربراش عوض شن و هر چیزی ممکنه در لحظه عوض شه و ما میخوایم همون لحظه بدون اینکه بک بزنیم و برگردیم ویومون هم عوض شه. ولی این کار لازمه اینه که یه کد کثیف خیلی گنده بعدی بزنیم، ولی با استفاده از دیتا بایندینگ میتونیم خیلی ساده تر کنیم. اولین کاری که برای این مزیت میتونیم انجام بدیم استفاده از بیس ابزرویبل. همون کلاس یوزرمونو داریم برفرض که یه نیم داره، بخواد چه سیلینگ نیم داره و یه ستور گتری که اون نیم رو به من میدن یا ستور. این کلاس یوزرمونو اکستند میکنیم از بیس ابزرویبل و بعد از این باید وقتی نیم ست میشه نوتیفای کنیم هر ویو یا هر چیزی که منتظر تغییره، ابزرو میکنه رو تغییر نیم، با استفاده از این نوتیفای پروپرتی چنج تغییرش میدیم. حالا سر گترها یا سر خود فیلد هم باید یه اکسن بایندبل قرار بدیم. از اونجایی که نیم خودش الان اینجا پرایویته، میتونم سر گت نیم، میتونم سر متد گت نیم بایندبل قرار بدم. اگه پابلیک بود نیم، میتونستم سر خود فیلد هم بنویسم بایندبل. وقتی انوتیشن بایندبل قرار میدیم، خود دیتا بایندینگ میاد یه آیدی برای نیم جنریت میکنه. همین br dot name که میبینید توی notify property change، br dot name رو کال کردم، دیتا بایندینگ خودش اینو چیز کرد، جنریت کرد. این وقتی بایندبل بذارم سر گت نیم یا خود فیلد، یه همچی چیزی جنریت میشه. این بیار هم از شبیه آره، ولی یه بی گذاشتن به خاطر اینکه بایندینگ آره، به خاطر همین اسمش گذاشتم بیار. من وقتی میخوام نوتیفای کنم میگم که بیار نیم تغییر کرده، بیار دات نیم رو برام میدم، همین که هر کسی که ابزرو کرده، هر ویوی که ابزرو کرده روی متوجه میشه که نیم تغییر کرده. توی دیتا بایندینگ توی XML لازم نیست کاری بکنیم. وقتی این نوتیفای میزنیم خود ویو، اگه توی XML کد زده باشیم خود ویو تغییر میکنه، نیاز به کاری نیست. ولی اگه مثلا توی جاوا هم بخوایم این تغییرات رو متوجه بشیم، یه لیسنر ریست میکنیم روی همین روی یوزر، روی آبجکت یوزر. همونجوری که آبجکت یوزر بیس آبزر رو بده، میشه یه لیسنر روش ست کرد و توی جاوا هم میتونیم اینجوری متوجه بشیم، ولی توی XML لازم نیست هیچ کاری بکنیم. بیس ابزرویبل یه ذره داستان داشت، هم باید بایندبل تعریف میکردیم، هم باید نوتیفای میکردیم. در واقع در چیزی نبود، خودمون باید نوتیفای میکردیم، بازم کد باید میذاریم برای نوتیفایش. یه چیزی نوشتم به اسم ابزرویبل فیلد که میتونیم از اون استفاده کنیم و انواع پریمیتیوش هم هست، ابزرویبل بولیان، ابزرویبل اینت، که میتونیم از اون استفاده کنیم. Observable Field یا Object Generic یا Objectی میگیره، هر Objectی میتونیم تعریف کنیم. Observable Field ها هیچ کاری دیگه لازم نیست مثل مثال قبلی براشون انجام بدیم، لازم نیست Notify کنیم، وقتی تغییرشون میدیم خودش چیز میشه، Notify میشه. Observable انواع Primitivesش باید اونجایی که اگه میخوایم Observable Field مثلا Boolean تعریف کنیم پریمیتیو نمیشه، اوردن یه سری انواع پریمیتیوش هم تعریف کرده، ابزرویبل بولیان و بایت و اینت و لانگ و برداشت. و انواع دیگه هم داریم، پارسلبل، لیست و اره لیست، مف و اره مف، همه اینا رو داریم، میتونیم روش ابزرو کنیم تغییراتش رو بگیریم. برمیگردیم سر مثال قبلیمون، میخوایم این دفعه با ابزرویبل فیلد این کارو بکنیم. نیم رو به observable field string تغییر میدیم، string بود میشه observable field string و سترش رو حالا متد دات ست باید کال کنیم، نیم دات ست و هر استرینگی میتونی بهش بدیم و برای گترش هم نیم دات گت رو کال کنیم. این تغییراتی که جاوا باید انجام بدین این هست، لازم نیست ستر و گتر هم حتما بنویسیم، میتونیم همون ست و گتش رو کال کنیم. ولی Observable Field که استفاده میکنم لازم نیست باز توی دیتا بایندینگ تغییری بدم. وقتی User.Name رو من صدا میزنم
ورودی تکس تکس ویو استرینگ، ولی دیتا بانی متوجه میشه که این ابزرور به فیلد استرینگ و از ابزرور به فیلد استرینگ میخونه داخل تکس ویو قرار میگیره. سلیدهای من تمام شد، اگه سوالی داریم من در خدمت. در کل من میگم استفاده بشه چون آره، ولی مثل خیلی از لایبرری دیگه اولش یه ذره عادت کردم. اگه عادت کنی میتونی تو XML مثل یه زبان جدید که یاد میگیری یه ذره یه چیزایی باید دست آدم بخوابه بهش. وقتی عادت کنی دیگه خیلی چیز زیادی نیست. نمیشنم برای مطالعه بیشتر به همون developer.google آره، یه سری پوست تو میدیوم هست، خود جورج مونت که خیلی ارائه و اینا داره، یه سری پوست تو میدیوم زده خیلی مطالبش مفیده، دقیقی که همه یه جزئیات رو توضیح داده، از اونا میشه استفاده کرد. سوالی دیگه ای نیست؟ اینکه میگن تا جایی که میشه سعی کنید کدتون رو از توی فایل‌های XML بکشید بیرون و سعی کنید اصلا حتی من سمپل کدایی دیدم که مثلا رنگ هم میخوان ست کنن میان یه مقاله پاس کنن دست میزازن یا اون قسمتی که دارن رو توی رو اینیشیالایش میکنن ست میکنن و فرض مثل یه تکست ویو میخوان کالر اون تکست رو ست کنن کالر رو توی کد جاوا ست میکنن. این به خاطر اون ترسیه که میگن کد جاوای و یا کد منطق رو توی XML نزنیم. یکی از ترسایی که برای دیتا ماینینگ وجود داره این قضیه است. ببین چجوری میشه جلوش گرفت. یه توصیه‌ای که اکثرا میکنن این که لاجیک پیچیده ننویسیم توی دیتا ماینینگ. توی ارائه ها مثلا دیدم همین نکته رو خودشون هم میگن، گوگلی هم میگن. و دیدیم هیچ کاری نیست که با دیتا ماینینگ توی XML نشه انجام داد. متد میشه کال کرد از اون بعد میشه حالا یه سری چیزاش هم نگفتیم بایندینگ کانورژن مثلا ورودی و اتریبیوت ها میشه تغییر داد. شما اینت بدین خودش استریم میکنه میده به اتریبیوت، اصلا کارهای خیلی عجیب غریبی میشه. حالا من هر کاری میشه کرد ولی در این نمیشه هر کاری رو توش انجام بدیم، مثلا دیتابیس رو بخونی بریزی. خودشون هم همین توصیه رو میکنن، هم خانایش پایینه توی ایکس ام ال مثلا رو دیگه لاجیک کنی بنویسی و بدترین قسمتش اینه که تستش نمیشه رو این تست نمیشه کرد کدام اون کدایی که توی XML می نویسیم. سعی برای اینکه یه چیزهای ساده ایه کد ساده ای همیشه می نویسیم. سوال دیگه ای نیست؟ هر خاصی نمیدونم برش که مثلا این با اون فرق داشته باشه برای کار کردن، همه شون میتونه باش کار کنه. سوالی نیست؟ باید بگم سوالی هست، سوالی نیست معمولا میگن نه. سوالی هست؟ نه. بازم هستم.